Hala and her five siblings arrived here as orphans. حالا و پنج برادر و خواهرش به اینجا که اومدن یتیم بودن. مثل بسیاری از پناهجویان در لبنان، خانه‌شون یک خیمه بود. When I met Hala and her brothers and sisters. زمانی که من به اینجا اومدم، یک سال از زندگی اونها در اینجا می‌گذشت. I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like. مادرتون رو ندیدم، می‌خوام بدونم چه شکلی بود. Was she like you? شبیه راهاف بود. گونه‌هاش، دماغش و چشاش. اما دندونای مامانم قشنگ‌تر از مال راهاف بود. حالا و خانواده‌اش تنها 6 آواره از 60 میلیون نفری هستند که خانه و زندگیشان را در جنگ از دست دادند و قصه های تلخ و شیرینشان در هیاهوی جنگ گم شده. آنجلینا جولی، ستاره هالیوود، از شهرت و محبوبیتش برای رساندن صدای پناهجویان بی پناه به ویژه کودکان بهره می برد. شمار پناهجویانی که در لبنان زندگی می‌کنند و با حداقل امکانات برای بقا و تهیه غذا و سرپناه روبرو هستند در دو سال گذشته دو برابر شده. خانم جولی که سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهجویان است، چندی پیش در سفر به لبنان و یونان از کمپ‌های پناهجویان دیدار کرد و مشاهداتش را با نخست وزیر یونان هم در میان گذاشت. او می‌گوید وضعیت پناهجویان سوری وخیم است و از اعضای شورای امنیت به خاطر منفعل بودنشان در این رابطه و نگرفتن تصمیمی قاطع انتقاد می‌کند. البته خودش هم از انتقاد مسئول نیست. عده‌ای از طریق شبکه‌های اجتماعی این مسئله را مطرح کردند که چطور جولی و همسرش براد پیت یکی از سه خانه بزرگ چند میلیون دلاری خودشان را در اختیار پناهجویان آواره نمی‌گذارند. آنجلینا جولی اما معتقد است حل بحران پناهجویان با دیپلماسی سیاسی حل می‌شود، نه با کمک‌های مالی پراکنده. اما کسی چه می‌داند؟ شاید این ستاره هالیوود به زودی درهای خانه خودش را هم برای آوارگان سوری باز کند. سارا دهقان، صدای آمریکا.